سلام و صد سلام خدمت تمام شما وطنداران گلم، عزیزانی که از در هر گوشه افغانستان و بیرون از افغانستان همی لحظه سراچه را میبینین. امیدوار هستم دارای ساعت کامل باشین و روزگارتان هم به میل دلتان پیش بره، زندگیتان را به خیر و به خوبی در کنار دوستان و عزیزانتان سپری کنین. باز هم جمعه شب شد، ساعت 7 به وقت کابل افغانستان. من فرهاد رامکیستم، شما بیننده طلوع هستین. خیر ببینین از این که همیشه وقت بنده عقیل فقیر تشویق کردین و پیامای خوب، کومنتای خوب گذاشتین. انتقاد پذیر هم هستم، دوستایی که انتقاد هم کردن. خانه شما ما باد، حداقل وقت گذاشتین بر ما و نظرتان را ارائه کردین. امشب در مورد شرکت های مخابراتی صحبت میکنین، در مورد 10% کردیت که از پول شما گرفته میشه یا جمع میشه میخواییم صحبت کنیم، در مورد موضوعات دیگری که اتفاق افتیده یک یک سوالات نزدم است حتما پرسان خواد کردیم از جناب جلال الدین شمس سخنگوی اداره اطرا. اطرا را خواه حتما بیاد دارین، در جمهوریت هم بیاد دارین، چی قصایی شد در مورد اطرا و حالا وضعیت اطرا را پرسان خواد کردیم. جناب شمس صاحب بفرمایید. السلام علیکم. خیلی خوش آمدید. ساعت شما بخیر. ساعت من دست انشاءالله. مرغانی چطور هستین امرای روزگار و زندگی و اداره اطرا؟ حالا خیلی بالکل خیریت ده. خوب هستین؟ الحمدلله. زنده باشین و خیر باشین. نام خدا هم تو خنده روی هستین. اول نه نگفتین خنده نمک زندگیز باید باشه. اگر با مخاطبین ما سلام علیکی داشته باشین بفرمایید، کامره در خدمت شما سن. بسم الله الرحمن الرحیم. رمکیسی باول خود تاسی تا او دا طلو تلیزون طول و قدرمون لیدون کو تا سلامون و احترامات رانده کاما او دیر من نکوم چی برنامه کی مبل نرکر. بخیر باشین. آقای شمس چی مدت میشه شما به عنوان سخنگوی اطرا در اداره اطرا مصروف وظیفه هستین؟ اطرا اداره سر خود دا سر و پینزه کالا کیگی چی کار کاما او فعلا یو کال کیگی چی ویانده ما سخنگوی ما دا اداره اطرا. خو یعنی در زمان جمهوریت هم شما به اداره اطرا کار میکرد؟ بلکل بلکل. بسیار خوب بسیار خوب. چی کار میکردین اون زمان؟ دفتر رئیس ما، اطرای داره دفتر رئیس. خب پوزیشن تان هم خوب بوده ما خفتان در او زمان هم واسم خده بد نده. خب راضی هست در ماشات چی تو تفاوت آمده یا ماشات سابق است؟ ماشات که یوسف فرق را غلی ده خو خده بد نده، اطرای داره ماشات یوسف خدی چون غیر واحدی بود جوی داره ده دولت ماشات خدی. بسیار خوب. دوستایی که انوس در مورد اطرا نمیفهمن و معلومات ندارن در مورد این اداره، میخوایم از شما بشنویم کم جزئیات، اگر معلومات هم را ما شریک کنین که در کدام بخشا کار میکنن، چی کار میکنن، از صلاحیتاش بگوین، از مسئولیت که دارن در قبال شرکت های مخابراتی بگوین تا بیشتر بفهمیم. در افغانستان در مخابراتی خدمتون تنظیم اداره اطرا په افغانستان کې د مخابراتي سکتور د تنظیم کنټرول په هواد کې د مخابراتي شبکو د مخابراتي مشترکینو د حقوقو څخه دفاع، همدار از د هوادوالو ته د ښه کیفیت خدمات وړاندې کول، او د فریکوئنسي چې د افغانستان یو طبیعي منابع ده د هغې نظارت او کنټرول او د هغې منیجمنټ کول، دا مهم کارونه دي د اطرا ادارې. خب چقدر تا حال تانستین که از حقوق کارمندان که در شرکت های مخابراتی کار میکنند دفاع کنین؟ آیا در این شب و روز پیش شما افراد میاید که مشکل داشته باشن و شما مشکل حل کرده باشین؟ طبعا اطرا اداره کله چې په افغانستان کې د مخابراتي سکتور پیل شو او خدمات راغله افغانستان ته، نو خدمات موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې مخابراتي سکتور ډیر کم وخت کې ډیره وده وکړه، ډیر زر انکشاف وکړو، نو دغه وخت کې حکومت دا او ضرورت وګڼو چې داسې یو اداره باید ایجاد شي چې هغه د مخابراتي سکتور تنظیم وکړی شي. نو د کله نه چې اطرا اداره ایجاد شوې ده، فعالیت یې همدا دی، کار یې همدا دی چې دغه سکتور اداره کړي، تنظیم یې کړي،
او فعلا په افغانستان کې چې د مخابراتو په سکتور کې څوک هم فعالیت کوي د اترا ادارې جواز لري، او که داسې ستونزه ورته پیدا کیږي هغه مشکل د اترا ادارې مسؤلیت دی چې ورته حل کړي، د دولت د نورو ارګانونو سره د خصوصي سکتور سره هر ځای کې چې دوی ته ستونزه پیدا کیږي دوی د حقوق څخه باید دفاع وکړي. همداراز هیوادوالو ته د ښه خدمات وړاندې کولو کار هم اترا اداره کوي. خوب به یاد دارم در زمان جمهوریت تعداد از جوانان یک جا شده بودن، او زمان حتما شما رئیس دفتر بودین که اعتراض را برای انداختن که اتراک کجاست. بالاخره ای را هم به یاد دارم آقای آریوبی وزیر مخابرات بود در زمان جمهوریت، در یک مصاحبه خود گفت که اترا می 18 منزله رو میبینیم منزل 5 6 اتراست میتونین که مراجعه کنین. حالا کسان هست که اعتراض کنه از فعالیت های اترا رو نقد کنه و بگوین که این مشکل در این جای وجود داره و اترا توجه نمیکنه؟ طبعا اترا اداره د دولت یوه اداره ده او هیوادوال کولی شي چې خپل شکایت وکړي، مشکلات وړاندې کړي، او اترا اداره جوړه شوې هم دې لپاره ده چې د هیوادوالو مشکلات واوري، د مخابراتي سکتور په برخه کې هغې ته رسیدګي وکړي. تاسو چې کوم واقعیت کو زه هغه وخت کې نه وم اداره کې، خو ما به هم دا ډېر اورېدل چې اترا کجاست، دا یو پیدا شوې او رښتیا هم هغه وخت کې ستونزې زیاتې وې او مشکلات زیات وو. زه چې کله هم اترا ته هم راغلم هغه وخت کې هم مسایل زیات وو د مخابراتي کیفیت په برخه کې او د مخابراتي سکتور کې عموما مسایل شته دی پیدا کیږي، ځکه شبکه ورځ په ورځ فراخیږي او هیوادوال انټرنیټ استفاده کوي، موبایل استفاده کوي، نو طبعا مشکلات یو څه شته دی. مخکې مو اوس هم شته دی او اوس اترا اداره د مشترکینو مشکلات اوري، د ولس ستونزې اوري او کوشش کوي چې هغه حل کړي. بسیار خوب، بیاین ای اول خواستم که یک بار در مورد اترا معلومات داشته باشیم، حال سوالات در مورد زندگی شخصی تان، بعدش باز بر میگردیم به سوالات عمومی. درست. چند سال دارین؟ از کدام ولایت افغانستان هستین آقای شمس؟ 15 کال عمر لرم او در کنر ولایت ما نورگل ولسوالی. خب از تحصیلات تان درس کجا خواندین و در چی مقطع درس خواندین؟ زمان خو چون د روس د اشغال سره بیا زمونږ فامیل مجبور شو چې هجرت وکړي، مونږ ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړو. زمونږ فامیل بیا زمونږ پیدایش هم هلته وشو، تقریبا 40 کاله مخکې خبره ده. نو درس مې په پاکستان کې ویلی دی، د مخابراتو انجینرۍ کې مې لیسانس کړی دی، او بیا افغانستان ته راغلم تقریبا 2014 کال کې مې لیسانس خلاص کړو انجینرۍ. افغانستان ته راغلم، دلته مې بیا فامیل مې البته مخکې راغلی و، خو زه بیا درس ته بیرته لاړم پاکستان ته، بیرته چې راغلم نو بیا مې دلته یو څه وظیفه شروع کړلې یو څه وخت، خو بیا مې دا مناسبه وګڼله چې نور تعلیم هم وکړم. نو بیا هند هیواد ته لاړم 2014 کې، د کمپیوټر ساینس کې مې ماسټري وکړله هند کې. د دې تر څنګ مې په د پروجیکټ لیډرشپ مینجمنټ کې یو بله ماسټري وکړله په هند کې، او 2014 کې بیرته خپل هیواد ته راغلم او مصروف یم کار کوم. بسیار خوب، افتخار ماستین جناب شمس. تشکر. اما حالا یک وقفه میگیریم، پس از وقفه بیشتر معلق من شدم در مورد شما بدانیم. نام خدا جوانای تحصیل کرده ما در حال حاضر هم مصروف کار در ادارات دولتی هستند. وقفه، پس از وقفه دوباره برمیگردیم. بازم خوش آمدین و حال یک تشکری خاص و ویژه داریم از اپی مصرف انرژی درینک. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر بخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی مصرف انرژی درینک انتخاب کنین. ما میخواییم که بنوشم، شمس شما میتونین بنوشین و تا به خیر خستگی ما رفت شوه و سوالات زیاده که از جناب شمس صاحب داریم بفهمیم و بدانیم. خب شمس، از مهاجرت یا هجرت به پاکستان قصه کردین و ای که شما در پاکستان متولد شدین و بعدش هم مکتب و پوهنتون هم اونجا خواندین،
شرایط درس خواندن به مهاجرین مشخصا به شما چطور بود اونجا؟ شرایط خوب اقب بد نبود در اون وقتا، چون از لحاظ سیاسی اگر ببینیم پاکستان مداخله زیاد میکرد در امور افغانستان، به این خاطر مهاجرینی که او جرفت در جنگ افغانستان پاکستان زیاد سهیم بود، حصه داشت، به این خاطر مکلف بود که مهاجرین که او جبرن باید قدردانیش کنن، و چون در این جنگ داخل بود پاکستان قطع امریکا یک جای بود، به این خاطر سهولت ها برای افغان ها بود و جایق مشکل نبود. مثلا اگر ببینیم در دیگه ممالک مثل ایران اونجا یک کمی مشکلات برای مهاجرین بود، ولی پاکستان یک کمی همکاری وقت میکد، اونجا افغان ها درس خواند، ما خودم بیادرهای ما هم اونجا درس خواند، تا پانتون اونجا خواندیم، به این خاطر اونجا او مشکلات نبود. مشکلات سیاسی بود، دیگه مسائل بود، ولی درس خواندن اونجا مشکل نبود. خب یار رفیق و اندیوال از دوران پاکستانی هایی که هم سنفی هایتان بود و همراهیتان، دیدگاهشان در مورد افغان ها چی بود؟ چی میگفتن همون زمان؟ و حال هم رفیق دارن پاکستانی؟ بله زیاد رفیق داره. ما در پاکستان در زیاد جای وقت تیر کردیم. پاکستانی ها که از خود مردمش بسیار خوب مردم است، که افغان ها زیاد خوب کردن، مثلا زیاد وقت افغان ها اوجا تیر کردن. مشکل در حکومتش بود، مشکلات در حکومتش بود و اونا مشکل جور میکرد برای افغانا و تا حال جور میکنن. خب مردمش خوب مردم بود، مردمش خوب مردم بسیار خوب مردم. مردم هم خوب مردم هستن که صمیمی هستن، همشان دوست دارن یکی دیگر. کشورا امی ایران هم مردم بسیار خوب دارن، مردم با فرهنگ دارن، اما یک دولتش با مهاجرین ما چیگونه رویه و رفتار میکنه اینیش دیگه عادلانه نیست و برای ما مردم افغانستان خوشایند هم نیست. از اوقات بیکاریتان بگین شمس، وقت بیکار میباشین چی میکنین؟ روزای جمعه معمولا تقسیم اوقاتتان چطور است؟ تفریح رفتن و چکر زدن گپار دوست دارین ندارین؟ زیاد بیکار نمی باشیم. 6 روز دفتر است و بعد از دفتر که خانم بریم مهمان می آیم. اکثر روز جمعه اکثر اوقات میریم چکر، میریم ولایت کنر، میریم دیگه ولایت ها میریم. خودی در کابل بسیار زیاد قرغه و پغمانی جای میریم، کتی فامیلم زیاد وقت میریم و اکثرا روز جمعه مهمان ها زیاد می آیم. از فامیل، از اندیوالا یک روز می باشم، مصروف می باشم. کدام ولایت افغانستان خودتان گشتین دیدین از نزدیک؟ افغانستان خوب مشرقی را خوب 4 ولایت که هست، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان، این جایه را خود دیده بودیم. خوست و پکتیا و این طرف ها را هم دیدیم، لوگر. و خوشبختانه که یک 3 ماه پیش که رئیس عمومی اداره اترا یک سفر داشتیم با 17 ولایت کشور افغانستان. 17 ولایت؟ بالکل. همو سفر بسیار یک سفری خوب بود و شروع کردیم از کابل، رفتیم پروان، باز پنشیر، چون وقت سالنگ بند بود، کار سرش جریان داشت، تا پریان بود یا نفهم کدام جای بود، خب بسیار دور بود. از اون طرف بس با راه کوتل خواک میگفت، از راه کوتل خواک باز رفتیم با بغلان، پلی خمری، باز بغلان، از پریان رفتیم، باز رفتیم با قندوز، اونجا یک 2 شب تیر کردیم، آمدیم شیرخان بندر. این سفر کی بود؟ سفر رسمی بود و می خواستیم که ببینیم که مشکلات ولایات در بخش مخابرات چی است. به این خاطر یک سفر بسیار مفید بود. آمدیم مزار، جوزجان، فاریاب، هرات، نیمروز، مکمل این طرف گشتاندیم. باز رفتیم قندهار و دسپین بولدک رفتیم، بوجه یک پروسه را شروع کرده بود اداره اترا برای مهاجرین که از ایران و پاکستان می آمد. بله این را سوال اسد من خواهد بسید. بلکل. و پس آمدیم کابل. خوشبختانه که تقریبا اکثر ولایت ها در این سفر دیدیم. بسیار خوب. باز دمی عبده ولایت کدام ولایت زیبا و قشنگ و همون تو خوب پیدا کردید که یک بار بدون سفر رسمی چکر همراه رفیقا بره؟ افغانستان خو هر جایش یک خصوصیت داره، دیگه شک نیست. ما شمال خو شمال افغانستان خو بسیار مقبول است و بسیار خوب است، بسیار خوش کدم جایه.
و ما تصمیم گرفتیم که انشالله تا حمل باز میریم طرف شمال قندوز و مزار. این جای بسیار مقبول بود، بسیار خوب بود. دشت اودان دیدیم، دشت اودان بسیار مردم گفت که دا وقتی دا حمل باز بسیار حمل سر دا مای سر بسیار جای قشنگ میشه. دشت اودان، دشت شادیان، این جای بسیار زیبا و دیدنی سمت شمال افغانستان است. و این طرف بندر حیرتان، ریگ روان که است، بسیار جای زیبا داره. انشاءالله بخیر برین. در کل یک چهره آرام هستین، شخصیت آرام دارین یا شخصیت شوخ در بین رفیقایتان یکان مزاق خنده دارین ندارین؟ من که دیدم تان نمی داخل آمدین، نام خدا بسیار خندروی بودین، به این خاطر سوالت پرسیدم. والا خنده بسیار ضرور است در زندگی، باید خنده کنی، باید چیز کنی. ما تقریبا 7 سال در لیلیا زندگی کردیم، در هاستل، اونجا هاستل در هندم که بودم، در پاکستانم که بودم. باز اونجا مجبور هستی که ساتیری کنی، مختلف گیم ها را کتین دیوالا کنی، چیزا کنی. ما بسیار خندروی خندروی خوش هستم. طبیعتی هستم. طبیعتی هستم. طبیعتی هستم. طبیعتی هستم. اما تو با طبیعتی باشین، خداوند شما را در امان داشته باشه. تشکر بسیار. حال یک وقفه بسیار کوتاه داریم. عزیزانم جای دیگه نرین که به خیر سر سوالات عمومی میاییم و در مورد مشکلات شرکت های مخابراتی صحبت میکنیم. وقت سخت. خوش آمدید بازم عزیزایم. یک سلام دوباره دارم، یک سلام تو گرم و صمیمی و پر از لبخند. لبخند دارم بر شما و سلام تقدیم میکنم به دوستایی که همین لحظه همراه ما یک جا شدن و جناب شمس صاحب همراه ماست. شمس صاحب اگر مشتری یا هموطن ما مشکل داشته باشه، با شرکت مخابراتی سیمکارتش مشکل داشته باشه، او مشکلش حل نکنن، بارها به خدمات مشتریان تماس بگیرن حل نشه، راهکار چی است؟ راه حل چی است؟ میتونن که همراه شما تماس بگیره و مشکل با شما در جریان بگذارن تا شما همراه شرکت مخابراتی صحبت کنید؟ نمکسی شرکت های مخابراتی به اساس هدایت اداره اترا اینا برای مشترکین مراکز جور کردن. اینا یک مراکز دارن که کال سنتر نام دارن و شارت کد دارن. هر مشتری میتونن که با شرکت مربوطش از طریق امو شارت کد که شماره رایگان است کتش تماس بگیره و مشکل خود حل کنه. مشکلات مختلف از در بخش سیمکارت، بعضی وقت یک مشتری نمیفهمه که این بسته را چی قسم فعال کنه، یا بسته را فعال کرده باشه میخواه که او را بند کنه. دیگه مسائل میایه، در سیمکارتش کدام مشکل است، زنگ نمیره میایه، این مشکلات میایه. طبعا به این خاطر مشترکین میتونن که مو مشکلات با شرکت های مخابراتی از طریق مو کال سنتر و شماره شارت کد که است که تیو شریک بسازن. بعضی وقتا مشتری ها شکایت دارن از شرکت مخابراتی، باز میتونن که به اداره اترا مراجعه کنن. اینه این قسمت سوال ما بود که زنگ میزنن به خدمات مشتریان اما مشکلشان حل نمیشه. بلکل بلکل. روی زشت امرایشان صورت میگیره. چیگونه از شرکت مخابراتی شکایت کنن به شما؟ بالکل، اداره اترا بسیار یک مرکز مجهز برای سمع شکایات مردم جور کردن. کال سنتر است، شماره 9299 همین شماره است و شماره 999 این شماره مردم میتونن که رایگان به این شماره زنگ بزنن، شکایت خود ثبت کنن. اما هر دقیقه ناقم زنگ نزنین، ناق زنگ بزنین دوستا، مشکل نداشته باشین و 999 زنگ نزنین. نه زنگ زدم نمیتونم، مردم میفهمه که اگر یک بار دو بار مزاحمت کرد باز اداره اترا سیم کارت از بند میکنه، بلاک میکنه. زنگ زده زیاد یک کیس میشه سرتان دوستا. میتونن که می شکایت خود ثبت کنن. اداره اترا یک پورتال آنلاین را جور کردن و کتی 5 شرکت های مخابراتی آنلاین پورتل دارن. مثلا در پروسه دولت خوی قسم است که یک مکتوب روان میشه و باز جواب مکتوب میاد، او بسیار زمانگیر است.
فعلا یک آنلاین پورتال یک سیستم داریم که شرکت‌های مخابراتی که در ظرف چند دقیقه مشکل که شرکت مخابراتی شریک می‌سازیم و جواب که می‌آید به مشتری می‌گیم که هر روز تقریبا صدها مشکلات می‌آید و اداره اطرام و تیم‌های تکنیکی که در بخش است مشکلاتش حل می‌کنه از مردم دیگه مردم می‌تونن که از صفات اجتماعی اداره اطرا مشکلات خود روان کنن واتساپ شماره هم شکایت اداره اطرا در وبسایت اداره اطرا است از طریق هم مردم میتونن که مشکلات خود با اداره اطرا روان کنن هر قسم مشکل اگر مشتری دارن انشالله اداره اطرا در خدمت است و این مشکلات حل میکنن خب باید مردم هم تا این حرصه همکاری کنن و مشکل خود با اداره اطرا برسانن مشکل خود با اداره اطرا باید اون مشکل که شرکت کتیش همکاری نمیکنه و شرکت برایش مشکل جور کرده او مشکل با اداره اطرا برسانن اگر شرکت سالنگاری کرد سیم کارت کدام مشکل است خب او خب شرکت حل کدام میتونه اگر شرکت مشکل جور میکنه باز با اداره اطرا زنگ بزنه مشکل خود بگویه مثلا اگر پول شما دزدی میشه و شما بارها متوجه میشین و ایره همراه شرکت صحبت میکنین شرکت پاسخ برتان نمیده بعد میتونین به شرکت به اداره اطرا تماس بگیرین از شرکت شکایت کنین و انشالله که به شکایتهایتان هم رسیدگی میشه همونطور است درست؟ بلکن درست شمسه؟ بسیار خوب در افغانستان در حال حاضر چند شرکت مخابراتی موجود است؟ بعض آوازه های است که فلانی شرکت مخابراتی رفت کوچ کرد فلانی شرکت مخابراتی کوچ کرد اینی بخیر دینمی روزا اینی شرکت مخابراتی هم کوچ میکنه ایران میبینی که او بیا در چی گپ از کوچ میکنن کجا میرن چقدر این آوازه ها حقیقت داره در افغانستان قسمی که ما شما میبینیم اگر مقایسه کنیم با ممالک همسایه افغانستان واحد کشور است که بسیار در کم وقت در مخابرات بسیار زیاد پیشرفت کرده ما شما دیدیم که 20 سال پیش یک موبایل نبود در افغانستان امروز 23 میلیون مردم افغانستان موبایل استفاده میکنن 12 میلیون مردم تقریبا اینترنت استفاده میکنن به این خاطر شرکت ها دیگه شرکت ها هم میاین شرکت ها که هست از اینجا نمیرن این خو آوازه هست مردم جور میکنن فعلا در بخش مخابرات بسیار یک موقع خوب است برای سرمایه گذارهای خارجی که اینجا بیاین و سرمایه گذاری کنن و میاین هر روز مخابرات توسعه پیدا میکنن فعلا پنج شرکت های مخابراتی کلان است در افغانستان که اداره اطرا برش جواز داده و در تقریبا از 55 تا 60 شرکت های اینترنتی است که ISP اینترنت سرویس پرووایدرز اونا اینترنت وای فای با مردم میتن با دفترها با خانه دیگه برای تلویزیون ها برای رادیو فرکانسی جواز فرکانسی را برای اداره اطرا میتن برای کسایی که تلکام اکویپمنت یا مو اجناس مخابراتی را در افغانستان وارد میکنن SP جواز دارن که او به اداره اطرا برش میتن و TTSP جواز هاست که در تاوره را جور میکنن و تاوره مخابراتی را هر کس که در سکتور مخابرات فعالیت میکنن در افغانستان باید اداره اطرا برش جواز بدن بسیار خوب چند وقت پیش وزارت مخابرات اعلام کرد که ما یعنی گیم پابجی را بلاک میکنیم از افغانستان و در این حال اپلیکیشن تیک تاک دیگه در افغانستان بلاک میشه و نمیتونن هموطنان ما از این اپلیکیشن استفاده کنن به منظوری که میبره جوانها را به طرف بیراها میکشانه چقدر تانسته موفق شوند این قسمت در اطرام همکار است همراهشان؟ این کار اطرا است خب کار شما است کار اداره اطرا کده چون فعلا اداره اطرا تحت چتر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کار میکنن بله بله رهبریش اداره مخابرات وزارت مخابرات میکنن شما خو این کار اداره اطرا تیک تاک دارم استفاده میکنم دار بلاک نکردم اینطور است که تیک تاک و پابجی بلاک است در شرکت های مخابراتی در اینترنتش بلاک است در VPN بلاک نیست در VPN بسیار مشکل است مثلا در افغانستان خو ما یقدر زیاد تلکام انفراستراکچر نداریم زیربنای مخابراتی را نداریم که را بلاک کنیم وی پی این را بلاک کنیم
از چین که در کلان مملکت در بخش تکنولوژی است، در چین فیسبوک بلاک است. مگر وی پی ان استفاده کنیم؟ از وی طریق وی پی ان مردم استفاده میکنن. در هند بعضی سافتویر را بلاک است. در مختلف ممالک در اگر در ایران واتساپ بلاک است، بالکل در واتساپ بلاک است، مردم از در ایران وی پی ان استفاده میکنن. از طریق وی پی ان همی اپلیکیشن ها بلاک کردن بسیار مشکل است و او وقت میشه که شما یک زیربنای بسیار قوی را جور کنید در بخش تلکام. مثلا یک تک تاک بلاک کردن برش یک زیربنا اگر جور میکنی شاید 100 میلیون دلار سرش مصرف بیاید. یک شرکت اگر جور کنه 100 میلیون دلار صرف برای یک زیربنا، یه بسیار مشکل است. بازه ضرور نیست که بانه نگه که مردم تیگه نه بند است. وی پی ان خود اینطور یک چیز است که زیاد مردم نمیفهمه، عادی مردم خود زیاد مشکل است. فامید این دوستان وی پی ان نصاب کنین بخانین که و اگر یک نفر یک کار میکنن و حکومت بندم کنن و خب کار خدا میکنن خب بازم تک تاک و پب جی فیلن در عادی انترنت بند است. دیتا نمیتونن استفاده کنن و من شوخی کردم، من تک تاک ندارم اما دوستا را میبینم که استفاده میکنن. تک تاک یک مشکل داره که بسیار زیاد مصرف داره. اینترنت هم بسیار مصرف داره. بله بسیار زیاد مصرف میکنه. خودم شکایت میکنه که خدا پیسه دار است که میبینه. خب بس شکایت چرا میکنه که قیمت زیاد از اینترنت. والا پاب جی خودت کدام وقت بازی کردی؟ نه من نکردم پاب جی. نکردم. من پاب جی بازی نکردم. خب پس اون موبایل تا نمیبینی مال یک وقت میگیره. نه ما یک وقت نداشتیم. وقت نداشتیم. وقفه داریم عزیزایم. پس از وقفه برمیگردیم. همراه ما باشیم. خوش آمدین عزیزایم، بازم ادامه سراچه است و همچنان همراه ما شمس صاحب در برنامه است. در مورد مشکلات شرکت های مخابراتی میخواییم صحبت کنیم. آل بخیر، در مورد همون دفعی زد کرده تا که شما کت میشه یا پول را اضافه میکنین، دفعی زدش به اصطلاح مستقیم خورده میشه، ای کجا میره، چطور میشه؟ در زمان جمهوریت همه گی ما شما میشنیدیم و میگفتند که در جیب افراد خاص و بلند رتبه و کلانا میره، اما نمیفهم که در این زمان چی رقم قصه است. این داستان امروز همومو داستان است یا در بودجه دولت و وزارت مخابرات و اترا اضافه میشه؟ مسئله از چی قرار از جناب شمس صاحب؟ رمکی صاحب، 10% خو یک موضوع بسیار جنجالی است. از پیشم در وقت جمهوریت حکومت تصمیم گرفت که باید 10% مالیه را بگیرن از مشترکین. بعضی مردم می شکایت دارن که چرا 10% مالیه میگیرن حکومت. این یک معمول است در اکثر کشورهای جهان. امی ببخشین جناب شمس صاحب، شاید در کشورهای جهان اول این معمول باشه، شاید در کشورهایی که یک لقمنان به خوردن دارن این معمول باشه، شاید در کشورهایی که هیچ فقیری در او وجود نداره این بس یک معمول باشه. 10% مالیه از کردت اضافه میکنن گشتانده شوه، شاید معلوم نشه. اما ما یک کشور فقیر هستیم، در کشور غریب هستیم، بیچاره هستیم، هنوز هم ما پول ما منتظر هستیم که چه زمان کدام کشور کمک میکنه که ما حداقلش کم مصر شوه. مملکت ها عموما اگر مالیات نگیرن بس چطور حکومت داری کنن؟ مملکت چه قسم پیش برن؟ در هر بخش مالیات میگیرن مردم. حکومت اقسم نیست که صرف در 10% مالیات است. مثلا ما خودمو گپا که شروع کردم، در اکثر کشورهای جهان مثلا بسیار مو ترد ورد کانتریز که است، از اوجم مالیات میگیرن حتی 20%، 25%. در ممالک همسایه ما و شما تقریبا از 20% تا 25% امی مالیات میگیرن. به این خاطر این یک تصمیم گرفته شده، او از لحاظ عواید و چیز مربوط به وزارت مالی هم زیاد میشه که چرا این تصمیم وقت گرفته شده. خب ما سریم و شفافیت و پروسه میعیم که چه قسم پیش میره.
دا فیصد تقریبا یک پروسه داره که یک قانونم داره که چه قسمی از شرکت ها پس باز با بودجه دولت بیاید. در هر 15 روز شرکت های مخابراتی یک فرمت ترتیب شده از طرف اداره اطرا، وزارت مخابرات و وزارت مالیه. این فرما هر 15 روز شرکت ها ای را پر میکنن و به وزارت مخابرات روان میکنن. وزارت مخابرات برایش تعرفه میده. مثلا یک شرکت میگه که در این 15 روز 10 میلیون افغانی عواید داشتیم. از 10 میلیون 1 میلیون باید 10% میشه، 1 میلیون با بودجه با اکاونت وزارت مخابراتی بیاین. هر 15 روز 5 شرکت مخابراتی کار میکنن. یک کمیته جور شده که این کمیته هم از وزارت مخابرات، اداره اطرا و وزارت مالیه جور شدند. امی مردم می کمیته میره هر ماه یا هر دو ماه بعد متعرفه که اینا تحویل کردن در سیستمایش میبینن. مثلا یک شرکت گفته که 10 میلیون واید داشتیم در 15 روز، در یک ماه 20 میلیون شد. از 20 میلیون باید 2 میلیون به دولت میداد. در شرکت سیستمش میبینه که در سیستم خود کدام غلطی نکده، تا ارقام خود کدام تغییر نیست. اگر تغییر باشه باز خود پروسه قانونی است. وقتی که اواید بیایه باز وزارت مخابرات ای را ترانسفر میکنه با بودجه کود وزارت مالیات که بودجه دولت است. ای باز از طریق بودجه دولت مصرف میشه. ای پروسه فعلا جریان داره. در وقت جمهوریت ما گفته نمیتونم که بودجه کجا مصرف میشد و کجا نمیشد. شما خودتان میفهمید که مشکلات زیاد بود. فعلا الحمدلله هیچ مشکل نداره. ای بودجه تحت نظارت است. هر وقت وزارت مخابرات ایران نظارت میکنه، اداره اطرا نظارت، خود وزارت مالیه ایران نظارت میکنن و معلوم میشه که بودجه مصرف به کجا میره. خب در اواید دولت است، در اواید دولت هر جایی که مصرف میشه و خب ما شما میفهمیم. برای می قانون که جور میشد برای 10% اوجا نوشته شده بود که یک سیستم باید ایجاد شوه. سیستم این قسم باشه که هر وقت یک مشتری کریدیت کارت دایل کنن ابو معلومات برای اداره اطرا بیاید، این سیستم بیاید. این سیستم از بنام ریل تایم دیتا منیجمنت سیستم RTDMS که چند سال شد که سریمی سیستم کار جریان داره. در وقت جمهوریت مثل که شما گفتین در وزیر وقت شهرزاد عریبی بود، باز دیگه وزیر آمد فهیم هاشمی، خاوری آخر آمد باز فهیم هاشمی بود، در وقت بود. برای او وزران بسیار مشکل بود این سیستم پیش ببودن، چون در وقت که قرارداد شده بود در این سیستم بسیار مشکلات داشت. این سیستم تدارکاتی نظام که تغییر کرد و اسلامی امارات آمد، مشکلات تدارکاتی بسیار زیاد بود. خارجی کمپانی که بود خارجی بود و کتش تعامل یک کم مشکل شد. فعلا امی پروسه در جریان است و در مشکل در قرارداد که تعدیل می آید هر چیز که می آید و باید هم قیمتش که سوره کم کنن. انشالله که این سیستم فعال می شه. این سیستم که فعال شد نه تنها که 10% باز بررسی کده می تانه که شفافیتش دیگه هم تامین شوه، مشکلات دیگه هم است در شرکت های مخابراتی. مثلا شما هستین 1 GB اینترنت رو فعال کردین که دیدین 200 MB کم شده. برای شما یک سوال است که آیا دوزی شده، چی شده، کجا رفته؟ این سیستم باز میتونه که ایرم بررسی کنه که آیا شرکت خود کدام مشکل جور نکده، در بخش کریدیت کدام مشکل جور نشده. باز یک کمی امو نظارت دیگه هم خوب میشه با ایجاد فعال شدن این سیستم. انشالله که زودترین فرصت فعال میشه. بخیر انشالله نمو سیستم فعال شده که ما از این امین آیا بسی ارگلا و شکایت دارم که باز بیایم پیشتان مشکل ما حل کنیم. خدمت بخیر باشین. پس از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفته میشه اطرا بعضی از سهولت ها را ایجاد کرده که میخوایم بیشتر میخواستید در مورد جزئیات این مسئله بپردازید، اما حال وقتش رسیده تا بگین. مگر ما خسته شدیم دیگه، همیار لحظه که زنگ میزنیم یک جای رینگتون اول نمی یک توضیحات است، یک اطلاعیه و ابلاغ است که از طرف فکر میکنم اطرا گفته شده باشه. کمک با مهاجرین یک رینگتون، مو رینگتون که وقتی که با یک نفر زنگ میزنی یک رینگتون میایا. بله بجای رینگتون امی پیام است. بخیر باشین. وقفه کوتاه بعد از او باز بخیر در مورد مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان آمدن بیشتر صحبت خواهد کردیم. وقفه.
بخش پایانی برنامه است و جناب شمس صاحب. شمس صاحب، حال صحبت میکنیم در مورد اخراج مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج شدن و به صورت اجباری اخراج شدن. اداره اترا هم یک نوآوری کرد، خواست که کمک جمع آوری کنه. چی مقدار تال کمک جمع آوری شده؟ چقدر مردم علاقمند هستند که در این پروسه سهم بگیرن؟ و شما معلوم است دیگه؟ بلکل، نمی مهاجرینی که از نه تنها پاکستان، از ایران هم با زور از اینجا بیرون میشد، وقتی که اینا آمد به افغانستان هم پروسه شروع شد. یک کمی مشکلات بود، چون اداره اترا تصمیم گرفته که سیم کارت باید با تذکره الکترونیکی رجیستر باشه. بدون تذکره الکترونیکی سیم کارت داده نمیشه. مهاجرین که می آمد، اونا بیچاره تقریبا 20 سال 30 سال 40 سال در کشورهای همسایه تیر کرده بود، اونا تذکره الکترونیکی کاغذیم نداشت. از الکترونیکی خوب بسیار مشکل بود و اینجا که می آمد بسیار برش مشکل بود، چون ما خودم در سپین بولده که یک مشکل دیدم، یک فامیل دیدم که او آمده بود از کراچی پاکستان، در نیمروز فامیلش بود، باز این می خواست کتی فامیلش گفت بزنه که کجا بیایم، بلدم نبود و سیم کارتم کتش نبود، موبایل بود، خب سیم کارت پاکستانی بود، مجبور بود که سیم کارت بگیره. دو سه روزی جا بیچاره تیر کرده بود، خب سیم کارت گرفتن نتانسته بود. از تیمای ما، تیم اداره اترا برش گفت که شما میتونید که سیم کارت بگیرین با اسناد مهاجرت. بس اسناد مهاجرت اینا میتونن که سیم کارت بگیرن برای 4 ماه، برای موقت سیم کارت برش داده میشه و اینا که جب احمد تذکره را میگیرن، باز میتونن که سیم کارت خود ثبت کنن. اگر ثبت نکنن 4 ماه بعد سیم کارت بلاک میشن. که این سهولت در تورخم، در سپین بولدک، در نیمروز، در بسیار جایی که کتی ایران مرده اوجا سهولت ایجاد شده و ایجا باید بگویم که قدردانی کنیم از شرکت های مخابراتی که اونا هم مراکز جور کردن و سیمکات رایگان برای می وطندار ما میتن. و کمک که شما گفتین امی پروسه که شروع شده، یک شرط کرد ایجاد شده که از طریق او 400 شرط کرد است، مردم میتن که از طریق او کمک کنن، که فعلا امی پروسه جریان داره و دقیق گفتن میتونیم که چه کمک شده. خو مردم بسیار زیاد سهم گرفته، راپورایی که تقریبا دو سه هفته پیش رسیده بود تا 80-90 هزار مردم کمک کرده بود. 80-90 هزار افغانی؟ نه نه، از 80 هزار تا 90 هزار مردم کمک کرده بود، مشتری ها. یک نفر 50 افغانی کمک کرده بود، یک نفر 200 افغانی، 500 امو اوجه که کدام ارقام داده شده. کمک زیاد شده و فعلا هم جریان داره. خب تو ارقام دقیق نداره که ارقام دقیق نداریم، خب ما تعداد مردم گفتیم که چقدر مردم، یعنی مردم علاقمند هستن که کمک کنن. این خب یک پروسه آسان است، یک نفر در خانه است، یک زن است، نمیتونه که چطور با کدام ارگان بره و کمک کنه، میتونه که از طریق کردیت خود دمی کمک کنن. یک سهولت است و شکر میکنیم از اداره شما که همچی یک کار را انجام دادن. بیاین سر اینترنت صحبت کنیم. اگر کشورهای همسایه، ما خوب زیاد جای نرفتیم، مثلا ازبکستان دیدیم یک چکر، تا دبی رفتیم یک چکر، تا هندوستان رفتیم یک چکر، هم تا پاکستان، این کشورها را که دیدیم اینترنت بسیار کیفیت خوب دارن و با قیمت بسیار ارزان. اگر مقایسه کنی با 100 افغانی در یک ماه اینترنت استفاده میکنی، اینترنت استفاده میکنی که لذت میبری از اینترنت، واقعا لذت میبری از اون یوتیوب را که یک برنامه تلویزیونی را میبینی. اما در افغانستان اگر یک یوتیوب را باز میکنی و بسیار به شوق میخوای سراچه را ببینی، هر لحظه او اینترنت مشکل ایجاد میکنه و ضعیف است. بعد میگی که بیا از این برنامه سراچه هم تیر شمیت نمیبینمش. شما این مشکل، این کلان نقص شما بر ما میرسه و هموطنهای ما کلاخمند از برنامه تلویزیونی رو ببینه نمیتونن دیده در افغانستان. چرا کیفیت انترنت ما نسبت به کشورهای همسایه پایین است و نرخ هم بلند؟ رمکی صاحب، در هیچ شک نیست که کیفیت بسیار مشکل داره در افغانستان. متاسفانه در سالهای گذشته همی کوشش شده که همی شبکه توسعه پیدا کنن و فراخ شون. همی خاطر امروز تقریبا اگر بگویم 90% مردم افغانستان دسترسی به خدمات مخابراتی دارن. خو توجه به کیفیت نشده قسمی که باید میشد. در مملکت هایی که نام گرفتین،
د دې مملکته هم مخابرات مشکلات داره. شما خو اگر رفته باشین د ډیلی رفته بعد شین د اسلام آباد رفته باشین مراکز رفته باشین، شما جاهای دوردست نه رفتین کې وجه مشکلات مخابراتی است. او ما از مرکز صحبت میکنیم، ما ولی ما دل کابل و بالکل شهر نو کابل صحبت میکنیم. مشکلی است که د مراکز هم ایجا خدمات پایین است. او به خاطر است که شرکت ها سرمایه گذاری نکده. یک سایت مخابراتی است د وزیر اکبر خان و ایجا 10 سال پیش تقریبا 20,000 مردم بود، فعلا 40,000 مردم است. خو سایت یک سایت است. ایجا شرکت ها مکلف است که سرمایه گذاری کنند، سایت های نو جور کنند که کیفیت خوب شود و مو ازدهام که است و پایین بره. به این خاطر مو پلان هایی که فعلا اداره اترا در جریان است و جور میکنند، اولین کار که کد اداره اترا یک سیستم نظارتی سپیکتروم مانیترینگ سیستم در کابل می مرکز فعال کرد که شما شاید در رسانه هم خبر نشر کرده بود، خود تلویزیون طلوع هم خبر نشر کرده بود. این سیستم میتونه که در مکمل کابل در هر نقطه انترفرنس پیدا کنن. کیفیت چرا پایین میشه که انترفرنس باشه؟ مثلا در وزیر اکبر خان شما دیده بودین وقت انجیو ها بود یا بعضی دولتی ها بود جامعه را زیاد می آورد، بعضی جامعه را ویجا در امی چرایی سیتما خوب بیخی کار نمیکرد، جامعه بود سفارت بود. یه چیز حال نیست در کابل، یه جمهوره مکمل بند است، هیچ کس نمیتونه که قسم یک چیز کنه. بعضی فرکانسی ها که اخلال پیدا کرده بود او را هم اداره اترا جمعوری میکنه و این سیستم هم میتونه که فرکانسی هایی که غیر قانونی است و انترفرنس جور میکنن از اون جلوی گیری شوه. مثلا تلویزیون تونو یک فرکانسی داره از اداره اترا برای شده داره، یک تلویزیون یا یک کدام دیگه ارگان میایه یک فرکانسی که نزدیک به تلویزیون تلو است از اون استفاده میکنه غیر قانونی، خود نشریات تلویزیون طلوع هم خراب میکنن. فعلا اداره اترا می سیستم فعال کرده و میتونیم که مو انترفرنس پیدا کنیم که با بالا بردن کیفیت مخابراتی بسیار رول داره و خوب میشه. آل دو موضوع بسیار دشوار شده، گرفتن دو چیز، یکی پاسپورت است که فوق العاده ازدحام است و مردم بسیار زیاد با دشواری میتونن پاسپورت اخذ کنن. بس دوم سیم کارت از شب روز. یک ویدیویی را در صفحات اجتماعی دیدم که یک صف بسیار طولانی منتظر هستند تا سیم کارت اخذ بکنند. چرا این معضل به مردم ایجاد کردین؟ سیم کارت رمکیس یک مشکل جور کرده بود در افغانستان که رو بروی وزارت مخابرات ما شما می دیدیم که در کراچی سیم کارت فروخته می شد. مردم فعلا میبینن همین گپی که ما میزنیم چقدر زیاد مزاحمت ایجاد میشه. فعلا خو سوشل میدیا است، واتساپ است، فیسبوک است، تویتر است، وایبر است، هر چیز که است، هر پلتفرم سوشل میدیا که است با سیم کارت جور میشه. چقدر خوارای ما را اذیت میکنن مردم، تصاویر فامیلی را پیدا میکنن، برش میگه که یک پیسه بود اگر نید سوشل میدیا را چیز کنید. خود جامعه افغانی است، این مشکلات ما داریم. سیم کارت اگر کنترل نباشه مردم میگه که از لحاظ امنیتی کار میشه. امنیتی را یک طرف مانین، دیگه مشکلات ایجاد کرده بود سیم کارت. برای ما یک مزاحمت میایه، مردم میگه که ما میکوشم این کارا کو یا او کارا کو، چی قسم را پیدا کنیم اگر سیم کارت راجستر نباشه؟ فعلا اداره اترا سیم کارت در افغانستان مکمل کنترل کرده، فعلا هیچ مشکل نیست. هر نمایندگی سیم کارت داره، مردم میتونه که بره اوجه سیم کارت با 100 افغانی بگیره. 100 افغانی اگر یک روپم زیاد برش میداد برای اداره اترا، اداره اترا زنگ بزنید، زنگ بزنید و اگر در کابل هستین خب بیاین نزدیک اسمی 18 منزله تعمیر است. منزله چند است؟ از منزله 9 تا منزله 15. منزله 9 تا من بازار یوبی سایب یادم اومد، گفتن گفت اترا کجاست؟ گفت منزل 9 برون اتراست. و یک گپ خو زیاد در وقت جمهوریت من میشدم که اترا کجاست؟ این اترا ایجاست، این اترا در سراچه. علی شما کجا هستین؟ شما بیاین شکایت کنین. تشکر از اینکه در برنامه آمدین، سپاسگزارم. بخیر باشین. تشکر. تشکر هموطنای خوب و نازنینم از اینکه برنامه را امشب هم تماشا کردین. تا شبهای دیگر همه تانا به خداوند یکتا مسپارم، همیشه شاد و خرم باشین. خدا نگهدارتان. خدا خدا.